مجوز تبلیغات شهری پویش اطلاع رسانی در مورد سرطان پستان و بررسی رایگان بانوان به علت استفاده از کلمه پستان لغو شده است. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی نسبت به کلمات یا تصاویری که مربوط به زنان است برخورد قهری دارد. همین موضوع رو با حسین قاضیان به گفتگو میذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از کلمات یا تصاویر زنانه آنقدر حساسیت نشون میده؟ اگر بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم، فقط کلمه و تصویر یا این مورد خاص نیست. این موضوع فقط هم امروز نبوده، دیروز هم حتی نبوده، پیش از انقلاب در واقع شروع شده. اگر خاطرتون بیاد، آیت الله خمینی از این صحبت میکرد که ما با فحشا مخالفیم و نه سینما. سینماها و کابارها آتش میگرفت و چیزی که بعداً قرار شد که سینمای سالم باشه عبارت بود از اینکه حتی زن و مرد نمیتونن دست همدیگه رو بگیرن یا همدیگه رو بغل کنن. بنابراین معنای مخالفت با فحشا در واقع کنترل بدن زنان بود. این موضوع از یک خورده فرهنگی میامد در جامعه ما که در اون زمان میتونستیم نشانهاش رو ببینیم. این نشانه ها بعداً با تسلط این خورده فرهنگ بر قدرت سیاسی پس از انقلاب گسترش پیدا کرد، به مرور همه جا رو در بر گرفت و از طریق یعنی در واقع به ضرب قانون یا دین یا ترس از خداوند و روز قیامت و گاهی اوقات با زور و ارعاب سعی شد اینها تحمیل بشه. اگر همه این اتفاقات رو هم دیگه جمع کنیم و سرهم کنیم و سعی کنیم یه شکل منطقی بهش بدیم، کل این خط مشهایی رو که در این زمینه اعمال شده میتونیم تحت عنوان سیاست سکس بنامیم. یعنی مجموعه خط مشهایی که برای کنترل بدن به ویژه بدن زنان در نظر گرفته شده. این موضوع چند تا وجه داشته، یکیش همین کنترل بدن بوده، یکی دیگهش کنترل رابطه ها بوده، یعنی که زن و مرد در جایی با هم دیگه به نحوی که از نظر اونها درست نیست ظاهر نشه، مثلا دست هم دیگر نگیرن، دو تا دختر پسری که ارتباطی با هم ندارن و الی آخر. یکی دیگهش کنترل فضاها بوده که ما اینو از طریق جدا سازی مدرسه، نمیدونم سینما و جاهای دیگه میتونیم ببینیم، یعنی جدا سازی سکنا، گزیدن آدم ها از طریق جنسشون، از طریق جنسیتی که دارن، و در نهایت کنترل محصولات، به ویژه محصولات فرهنگی. یکی از نمونهاش تبلیغاته و از جمله تبلیغات محیطی که الان در سوال شما مطرح شد. بنابراین کل این سیاست ها که عبارت بود از سکس زدایی کردن از جامعه، از اون زمان تا کنون ذهن سیاستگزاران رو و حاکمان رو در بر گرفته بوده و اونا فکر میکردن که از این طریق میتونن در واقع اون نوع از خورده فرهنگی رو که خودشون بهشون معتقد هستن بر کل جامعه مستولی بکنن و با ضرب و زور قدرت سیاسی اون رو به مردم از بالا تحمیل کنن. تمام این تلاش ها در تمام این سال ها شده، خب نتیجهش رو هم البته میبینیم که هر روز مجبورن به چیزی به اصطلاح امروزی گیر بدن و بخوان اون رو عوض بکنن. از نظر ظاهر بیرونی این است که دارن در واقع یک جور مطلب خشخاش میذارن، ولی این در واقع جزی از همون سیاستی هست که قرار بود از جامعه سکس زدایی کنه و همه عناصر جنسیتی رو از میدون بدر کنه. فشار عمدش هم البته روی بدن زنان بوده و هر چیزی که به زنان مربوط میشده که در این آگهی هم شما مشاهده میکنید. آقای قاضیان، به سیاست کنترلی اشاره کردین، کنترل بدن، کنترل رفتار و همینطور کنترل محصولات و در نهایت به اینکه مته بر خشخاش میذارن. خیلی ریستر نماینده علی خامنه‌ای در قم گفته که واکسن باید توسط افراد همجنس تزریق بشه. چرا این موضوعات که سالهاست به گفته شما از اوایل انقلاب، یعنی از اول انقلاب آغاز شده و چه بسا که بیشتر هم بوده، حداقل در چند سال گذشته به ظاهر اینها وجود نداشت، چرا دوباره مطرح شده؟ چرا دوباره اینها تبدیل به موضوع شده؟ من فکر می‌کنم چند عامل در این زمینه نقش داره که یک بار دیگه ما این تجربه رو در سال گذشته کردیم. یعنی اینکه اولا می‌بینید خب توی این سالا روی کار اومدن داعش و این روزها با تفوق طالبان در افغانستان، مردم چهره‌های دیگری هم از این نوع از رفتار دیدن، یعنی رفتاری که فوق‌العاده خشن‌تر هست، فوق‌العاده آشکارتر هست و با زور بیشتری بعضن اعمال میشه. وقتی اینها را آدم ها میبینن، ممکنه که تصور کنن بابا صد رحمت به همین جمهوری اسلامی که لااقل اینا را به این شکل شنیعش اجرا نمی کنه. این از یه طرف به اینا مجال داده که بگن
حواستون باشه یه لولو خورخوره به نام طالبان و داعش هم وجود داره که ما از اونها بهتر هستیم. از طرف دیگه با یک دست شدن حاکمیت پس از این انتخابات آخر، این توهم در میان حاکمان پیش اومده که دیگه خودمون هستیم و خودمون دیگه مقاومت درونی در برابر ما وجود نداره و میتونیم تمام منویات درونیمون رو آشکار کنیم. در انواع و اقسام سخنان در این روزها میبینید، آخریش در مورد محاسن بیرونی و درونی بود، در مورد حضور زنان در محیط ها بود، در مورد موسیقی بود، در مورد بسیاری از مسائل دیگه میبینید اون نوع پرده ها و حجب و حیاهایی که تصور میشد از چند دستگی در درون حاکمیت ممکنه مانعی براش ایجاد بشه برداشته شد و امروز ما مواجه هستیم با مجموعه اینها. حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا.